و بخش ورزشی خوش آمدید. در سال 1396 دوره‌های علمی بیشتری به خاطر رشد و پیشرفت فوتبال در ولایت بادغیس برگزار خواهد شد. مسئولان فدراسیون فوتبال این ولایت میگویند داوران و مربیان این ولایت که آموزش‌های برتر این رشته ورزشی را در مرکز کشور فرا گرفتند، قرار است در سال روان این دوره‌های علمی را به خاطر فوتبال پایدار در سطح شهر و ولسوالی‌های بادغیس آموزش دهند. طی چند سال گذشته فوتبال بادغیس با وجود نبود امکانات و میادین ورزشی رشد خوبی نبوده است. مسئولان فدراسیون فوتبال این ولایت میگویند در سال 1395 600 مسابقه فوتبال و فوتسال، 15 جام فوتبال برای بالا بردن سطح فوتبال در سطح شهر و ولسوالی ها برگزار کردند که این بار باعث انگیزه بیشتر جوانان بادغیس به فوتبال شده است. فوتبال بادغیس انشاءالله رو به رشد، چون زیاد کلب‌های ما زیادتر ایجاد شدن و جوانان ما زیادتر انگیزه از این علاقه‌مندی زیاد برای فوتبال پیدا کردن، به خصوص در ولسوالی‌های ما که ما ولسوالی‌های ناهم نداشتیم. فدراسیون فوتبال بادغیس تانشتر و جام‌های در این ولسوالی‌ها به نام صلح و عدد، صلح و آشتی برگزار کنه و مسابقات تحت وعدت جوانان برگزار کرده در این ولسوالی و زیادتر علاقه مندی جوانان ما پیدا شده برای فوتبال. وی میگوید به خاطر علمی سازی فوتبال در بادغیس، مربیان و داوران فوتبال این ولایت که دارای لیسانس از سوی فدراسیون فوتبال کشور میباشند، جهت راه‌اندازی دوره‌های علمی در سطح شهر و ولسوالی‌ها داشته‌های خود را با دیگر مربیان و ورزشکاران فوتبال در میان بگذارند. در سال گذشته توانستیم که 6 نفر لیسانس C بگیره در بادغیس و 35 نفر هم مدرک اکمی دریافت کنند از طرف فدراسیون فوتبال افغانستان که کورس در بادغیس دار شده بود لیور 1، و در سال 96 هم برنامه داریم که بتانیم دیگه ترینرهای خود تیم های دستی 1 و دستی 2 خور بتانیم از این کسایی که مدرک لیسانس C گرفتند و از آموزش از اینا زیر نظر از اینا آموزش ببینند. در حال حاضر در فدراسیون فوتبال ولایت بادغیس از مرکز شهر و 4 ولسوالی این ولایت 124 تیم فوتبال و 30 تیم فوتسال رسما ثبت می باشند که به گفته مسئولان فدراسیون فوتبال این ولایت در کنار لیگ های برتر، دست اول، دست دوم و تیم های منتخب ولسوالی های قادس، آبکمری و مقر این ولایت برنامه های خوبی برای لیگ های 12 و 16 سال بادغیس نیز روی دست دارند.